از غرب اظهار نفرت میکنند، هر ایرانی هم که میرود را سرزنش میکنند. حال اما یک به یک دارد مشخص میشود که فرزندانشان در همان غرب زندگی میکنند و کاسبی، از زاکانی شهردار تهران گرفته تا انسیه خزعلی معاون رئیسی در امور زنان. اخیراً افشا شد که فرزند خزعلی در خارج از کشور به سر میبرد. در واکنش خزعلی اما تایید کرد که پسرش در کاناداست اما برای توسعه یک مجموعه دانش بنیان. اکنون کاشف به عمل آمده که حمید رضازاده فرزند معاون رئیسی در ونکوور کانادا کاسب فیلترینگ است، یعنی بنیانگذار یک مجموعه تولید فیلتر شکن به نام بترنت است. بیشتر متکی بود به ذهنیات و خلاقیت خودش، علاوه که من به اندازه که میتونستم مشورت بهش دادم. تولید فیلتر شکن از کسب و کارهای میلیاردی در ایران است. آذری جهرومی وزیر پیشین ارتباطات در سال 98 گفت فیلتر شکن به راحتی در کشور فروخته می شود، هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمی شود که پشتش هم معلومه. مگه میشه در کشور در نیومد که چه کسی تجارت فیلتر شکن میکنه در کشور؟ مگه نمیشه پشت این مافیا رو در آورد؟ بسیاری در شبکه‌های اجتماعی ضمن انتقاد از تناقضات میگویند از یک سو دولت طرح صیانت را کم و بیش اجرا میکند و فیلترینگ را سفت و سخت پیاده میکند، از سوی دیگر فرزندانشان از فیلترینگ درآمدزایی میکنند. ظاهراً رضازاده حداقل بیش از یک سال است که در کانادا به سر میبرد، گرچه از سال 95 دفتری در ونکوور کانادا راه اندازی کرده بود. خب من توضیح بدم، ما چون داریم سایت برنامه پایش رو نوسازی و بازسازی میکنیم، صدا و سیما در سال 94 با پخش رپورتاجی فرزند خزعلی را کارآفرینی که با دستان خالی موفق شده معرفی کرده است. حمید رضازاده امشب به استدیوی پایش اومده تا به میلیون ها دانش آموخته دانشگاهی بیکار نشون بده با دست خالی چطور میشه به پله های تولید ثروت و صادرات رسید. ساعتی قبل از افشای حضور فرزند خزعلی در کانادا، دولت اعلام کرد که رئیسی گفته اگر فرزند مقامات به خارج از کشور بروند باید استعفا دهند. حال پرسش اینجاست، آیا رئیسی معاون خود را برکنار میکند؟